بسیار عالی. مهمون عزیزی که ما امشب در خدمتشون هستیم، زحمت هم کشیده، یک سره از ورزشگاه تختی خودش رسونده به اینجا، متولد 30 شهریور سال 1371 هستن، در خرم‌آباد روستای سرابیاس تو باشگاه های وحدت و نفت ایشون بازی کردن، تو نفت که الان 10 سال هستش که در واقع عضو هستن، تو رده های مختلف سنی و تیم های ملی رده های سنی، نوجوانان، جوانان زیر 20 سال، امید و بزرگسالان بهترین دروازه‌بان لیگ برتر ما بودن تو فصل 93-94. یه تورنمنت 4 جانبه اگه خاطرتون باشه تو قطر برگزار شد، تیم امید ما شرکت کرد، تیم مراکش بود، تیم ترکیه بود و خود تیم قطر بود، ایشون به عنوان بهترین دروازه‌بان اون تورنمنت بین‌المللی هم انتخاب شدند. آقای علیرضا بیرانوند، خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنون. منم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. سلامت باشین. خیلی ممنون ازت که مخصوصا بعد از بازی، من میدونم حساسیت‌ها چطور هستش. ما دو مهمان عزیز دیگه هم داریم، همسر محترم آقای بیرانوند، خانم بیرانوند، خیلی خوش آمدید. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمت. سلامت باشی. و آقا تاهای بیرانوند هم امروز تشریف آوردن. آقا تاها خیلی خوش اومدی. سایلنته تاها، از موقعی که اومده کلا سایلنته. کلی خلاصه ما یاد هانی نوروزی کردیم، هانی هرچی پرشور بود اینجا رو شخ زد کلا اومد تو استودیو تا بره. آقا تاها آرومه. خب خیلی ممنون ازت. اول یه سوال کاملا ورزشی بپرسم. امروز خیلی ها فکر میکردن که علیرضا تو دروازه وای میسه جلو استقلال و سخت میشه ماجرا، اما تو ترکیب نبودی. خب ببینید، خب امروز واقعا بازی خیلی سختی بود و شما هم بازی رو دیدید، جام حذفی بود. بله. و یه بازی خیلی سخت بود و منم واقعا آماده بودم واسه این بازی و خب صلاحیت کادر فنی بود و خب این بازی ما بازی نکردم و واقعا از ته دل آرزو داشتم که امروز ما این بازی رو ببریم. خیلی واقعا حیف بود. شما اگه بازی رو دیدید، ما در طول 120 دقیقه میتونستیم مثلا بازی رو، آره دیگه، پیام صادقی هم مثلا اون، خب فکر کنم زمین تختی یه ذره، آره خود پیام هم گفته بود، آره زمین تاثیر داشت. نه خب برشا خیلی خوب بازی کرد. چیزی که زد نشون میداد واقعا رویش. خب ببین، ما تو دو بار میتونستیم برنده بازی بشیم، یه بار که تو 120 دقیقه میتونستیم برنده بازی بشیم، دو بارم تو ضربات پنالتی که شما دقت کنید، ما اگه پنالتی مون می‌زدیم تو گل، یعنی بازی تمام شد. بله، هر لحظه میتونست بازی تمام شه. خب با درخشش آقا مهدی رحمتی امروز دیگه روز واقعا روز طلاییش بود. خب وحید شیخ بسی ما هم واقعا امروز خوبی داشت، ولی خب به هر حال 50-50 بود پنالتی ها و ان شاءالله که بتونیم. ما الان تیممون واقعا داره روند خیلی خوب پیش رو میبریم، ان شاءالله که بتونیم تو لیگ جام حذفی که واقعا هست شدیم، برخلاف پارسال که ما تو 3 جام مدعی بودیم، واقعا 3 جام مدعی، جام حذفی لیگ که واقعا فینالیست بودیم امسال، ولی متاسفانه جام حذفی رو دست دادیم. ان شاءالله که بتونیم تو لیگ بتونیم شخصیت پارسال، ان شاءالله. علیرضا منصوریان واقعا آدم، یعنی مربی محترم و با دانشی هستش، خیلی هم دوست داشتنیه، خیلی هم شما رو دوست داره. بله علی آقا، واقعا من فکر کنم 6-7 سال، امسال سال 7مه که مربی منه، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم کمک میکنه و فکر کنم یه اتفاقی هم که تو این یکی دو ماه برای ما افتاد تو باشگاه نفت، فهم یه اتفاق خیلی خوبی بود که واقعا فکر کنم علی آقا یه کاری انجام داد که اگه الان انجام نمی‌داد، اگه علی بیرانوند تو 28-29 سال همچین اتفاقی براش می‌افتاد، شاید دیگه اصلا فوتبالش تمام میشه. ولی تو سن 23 سالگی واقعا اومد این شوک وارد کرد به من. واقعا خیلی، من خودم اصلا تمام فکر کنم روند زندگی و وضعیتم خیلی عوض شده. خدا رو شکر، خدا رو شکر. الان دارم تمرینات خیلی خوبی انجام میدم، ان شاءالله که بتونم با صلاحیت کادر فنی و تمرینات خیلی خوبی که دارم انجام میدم، بتونم در بازی های آینده به تیم نفت کمک کنم. ایشالله. علیرضا منصوریان معلم خودش، این واقعا تأثیر اون دوره‌ای که معلم بود، معلم ورزش بود، تو مدرسه شاهدم بود، هنوز در واقع تو رفتارش دیده میشه. خب میخوایم از داستان زندگیش بگم. من هر چقدر که تاها کلا آروم بود، گذاشته بود برنامه شروع بشه بعد تواناییاشو نشون بده، فکر کنم ولی کلا شما بذارید راحت باشه، چون مدل ما این هستش که استقبال میکنیم که بچه ها راحت تر باشن. یه خانواده پر جمعیت تو لرستان و پدری که مخالف دروازه‌بان شدن شما بود و فوتبالیست شدن، درسته؟ ببین، من واقعا اول اینجا جا داره از پدر مادرم تشکر کنم، چون به هر حال دعای خیر پدر مادرمونه که اینجاییم و خب حالا یه جورایی واقعا شما الان شاید خیلی فکرم تکراری شده واسه تمام مردم ایران و که بیرانوند خیلی زحمت کشیده و واقعا من هیچ وقت این زحمتایی را که کشیدم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. درسته. و حتی چه تو برنامه‌های تلویزیونی که میرم، چه تو مصاحبه‌های مطبوعاتی با دوستایی که میشینیم واسهشون تعریف کنم، واسهشون واسه من شاید یه ذره سختی باشه، ولی خب واسه اونا جای تعجب داشت که اینقدر سختی کشیدم. خب برات، من پدرم خیلی مخالف فوتبالم و خب الانم شاید
تنها کسی بود که فقط چون واقعا درس هم زیاد تعریفی نداشت. الان درس خوندی دیگه دانشگاه؟ خب الان خودشو به خاطر بله به خاطر که الان رشته تربیتی ام تو دانشگاه سمای خرم‌آباد، چون به خاطر قراردادی که با باشگاه نفت دارم و به خاطر همین من میتونستم خودم رو زود به خاطر اینکه لژیونر شدم سرباز کنم. درسته. ولی خب اونجا شد که من از خرم‌آباد اومدم تهران و تو 15 سالگی واقعاً بدون اجازه پدر مادرم. حالا به هر حال چون شرایط مالی اجازه نمیداد به اونا که من تنهاشون بذارم و بتونم بیام تو شهر غریب تو تهران اینجا به ورزش هم ادامه بدم. اول اومدی رفتی نفت دیگه، اومدی وحدت دیگه. وحدت دوست. این اومدم به وحدت که حسین که تو اتوبوس یه نفری خلاصه آره حسین آقای فیض سرمربی وحدت بود که اونجا به من از من سوال کرد، گفت بچه کجایی؟ من گفتم شهرستان. گفت واسه چی اومدی؟ تو حالا اومدیم که فوتبال بازی کنیم. حالا خب گفت که حالا شاید چیزی باشه، ولی اونم خب بنده خدا تیمایی بودن که بودجه نداشتن و هر حال هر بازیکنی که میرفت اونجا آقا یه مبلغی ازشون میگرفتن و برای همه تیم‌ها بیشتر تیم‌ها اینجوریان واسه تست دادنشون، واسه برای تیم نگه دارن، واسه لباس خریدن تیم. خب برای برام من یه پیشنهادی داده شد که گفت 150,000 تومان بهم بده. اون زمان 6-7 سال پیش بود، آره 7 سال پیش، 150 تومان بده که یه تست ازت بگیرم. اما گفتم که بابا من الان دست میگه تو جیبم پولم 10 تومن پیدا نمیشه. حالا اومدیم گفت حالا همین راه اومدی بیا بریم تست بدیم. رفتم یه تست دادم باشون و آقا میستم اونجا من خیلی خوب کار کردم براشون و جای خوابم واقعا خب نمیگم نداشتم، عمم اینجا بود. آه عمه خیلی یه سه ماهی باید تشکرم باید بکنم، عمه آقا علیزان تشریف آوردن الان پشت صحنه. بله واقعا هم ممنون بخاطر جا داره واقعا همچین دروازه‌بانی داریم الان ما. خب واقعا جا داره ازش تشکر کنم که خیلی بهم کمک کرد از لحاظ حالا اومدن رفتنم چون جایی نداشتم. خب ازش تشکر کنم. خب به هر حال به کاپیتان تیمش سپرد که اول به کاپیتان سپرد که بهش بگم من پول از شما نمیگیرم. پول از تو نمیگیرم و خب فقط سعی کن بیا اینجا. به هر حال من رفتم اونجا و منو یک هفته دو هفته برد خونه خودش کاپیتان تیم وحدت. باریک الله. بعد از اونجا باشون قرارداد بستم. بعد جای خواب نداشتم دیگه. البته که اون داستان کار کردن ها و اینا رو اشکال نداره الان یه مروری بهش بکنیم. من واقعا خب بس که با کارواش شروع کردی درسته؟ من همونجا تو تیم وحدت بودم، کاپیتان یکی از بازیکنهای وحدت بود که خب آقا میستم باباش کارگاه خیاطی داشت. ببخشید میروکم، ما میتونیم تاها رو اگر دوست داشته باشیم پیش عمه جان تشریف ببرن؟ تاها دوست داری بری؟ ببین تو الان اون تلویزیونی که بهت نشون دادم اون تویی الان ها میده بابا اینجا خلاصه اونجا میتونی بری اگه دوست داشتی. خب میفرمونی آره شما. من اونجا پسر یکی بازیکنه یکی از تیم وحدت باباش کارگاه خیاطی داشت که من دیگه مجبور شدم برم اونجا و واقعا اونجا هم کار خیاطی میکردم کمکشون، هم جای خواب داشتن و الان اونجا دیگه واقعا مجبور بودم چون که ورزشی بود که علاقه خیلی خاصی بهش داشتم. واقعا برای این ورزشه از جون مایه گذاشتی. بله. اشکال نداره بپرسم اون روزی که تو کارواش علی دایی ظاهرا با ماشین اومده بود چه حس و حالی داشتی؟ نه خب به هر حال کارواش هم کار کردم. بله من کارواش هم که بودم به هر حال بچه‌ها گفتم یه روز علی آقا اومد اونجا که بچه‌ها من گفتم برو اونجا، ولی من میگم شاید یه حکمتی بود قسمتی بود که من نرفتم اونجا. شاید اگه من میرفتم اونجا علی آقا منو میبرد جای دیگه، اگه براش تعریف توضیح میدادن که من ورزشکارم. شاید میگم کار خدا بوده که من قبول نکردم و نرفتم و خب چیز کارواشم که کار میکردم دیگه چون به خاطر قدیم که داشتم حالا از شوخی خوراک من ماشین های شاسی بلند بود. به هر حال خب آره اونجا من واقعا فقط به خاطر خواب آقا میستم من عجب. کار میکردم چون اصلا نیازی نداشتم. حالا کرایم و کرایم ماشینم حالا سوار این بیارتی ها میشدیم میرفتیم، حالا نبیار کرایه نمیدادیم یا برای یه کارتی ها کسی میگرفتیم میرفتیم واقعا که بتونی یه جای خوابی رو داشته واقعا باشی. فقط واسه مشاغل مختلف دیگه، پیتزا و رستوران پیتزا فروشی رفتم بر حتی دیگه بکنم گل سرسبرش همین رفتگری باشه که ای جان که عزیز. من واقعا این کارم انجام دادم و خیلی توی یه جای خیلی شلوغم بود، تو میدون خزانه بود و خب دو سه نفر بودیم و خب من دوست داشتم بیافتم توی پارکی که خلوت باشه، ولی من انداختم یه جایی که شلوغه شلوغ بود و واقعا افتخار میکنم. الان من واقعا باعث افتخار مایی، باعث افتخار ورزشی. حتی من واقعا اومدم اینجا صحبتایی شد گفت دیگه اگه نگی بهتره. گفتم من به هر حال دوست دارم مردم باز هر چی براشون بگم شاید
باورپذیر نباشه تو از شما که بشنون این قصه زنده است و برای واقعا این سختی رو خیلی کشیدم. بعد اونجا دیگه کم کم اومدیم تو باشگاه نفت، تو نوجوان نفت که آقای کمپانی بود مربی. آقای کمپانی. خب از اونجا اومدیم نوجوان نفت، نوجوانان نفت ما رفتم، جوانان دیگه نرفتم چون واسه نوجوانان خوب کار کردم. آقای علی میرزاپور سرمربی امیدا بود، من از نوجوانان برد امیدا، یعنی موقعی که نوجوان باید بری جوانان بازی کنی، ولی منو برد امیدا، یک سره برد امیدا. از امیدا من تیم ملی نوجوانان و جوانان اینا دعوت شدم، بعد اون رده ها رو پشت سر گذاشتم و خب بعد از اونجا خب با مربی بزرگی هم کار کردم، واقعا از حسین آقا فرکی بوده 3 سال باش کار کردم، آقای ابراهیم زده بوده، آقای گلمحمدی بوده که واقعا باید ازش تشکر کنم که خب من درسته 7 سال با علی آقا منصوریان کار کردم، خیلی بهم کمک کرده تو تیم ملی، از لحاظ رو روانی خیلی باهم صحبت میکرده و برات خیلی باهم صحبت میکرد که باید جام جهانی بازی کنی و واقعا خیلی الان باهم صحبت میکنه، این خیلی مهمه. شاید مردم آره. الان میگن که باهم لش کرده، ولی من هیچ وقت من چیزو قبول ندارم، مدلش اونجوری نیست که، و بیشتر نگاه تربیتی داره و این خب خیلی هم عالی. بریم یه خود سراغ خانم سوال بکنیم از ایشون که به هر حال علیرضا شما نسبت فامیلی با هم دارید دیگه طبیعتاً؟ بله من دخترمشونم. دخترمشون هستید و شما تو پیگیر بودید دیگه 15 سالگی وقتی ایشون اومد و اینها، 18 سالگی هم ازدواج کردین درسته؟ بله کاملا. چه مشخصاتی علیرضا داشت که بله رو خلاصش تونست از شما بگیره؟ اون موقعی که علی اومدن خواستگاری من شرایط الانشو نداشت. خب علی برامند الان نبود، تازه وارد فوتبال شده بود، فکر کنم اولین سالی بود که وارد لیگ شده بود. ولی من علی رو به خاطر یه سری خصوصیات اخلاقی که داشت پسندیدم، خاطر اینکه آره از جمله اینکه آدم مهربونیه، صادقه و خیلی هم رفیق و خانواده دوسته. واقعا همینه. یه نقل قولی از علیرضا من میخوندم که میگفتش که من موقعی که خانم امینه خلاصه میرم خرم‌آباد، من دق میکنم، موقعی هم که خودم میرم خرم‌آباد میخوام برگردم بغض میکنم. یعنی به هر حال این ریشه ها مثل این که فراموش نشدنیه. شما ببینید زندگیتون یه حب متحول شد، علیرضا مشهور شد، مخصوصا تو لیگ گذشته که بهترین دروازه‌بان شد، هنوزم هم همینطور هستش، بعد خدا رو شکر برکت هم تو زندگیتون اومد. میخوام ببینم این تغییر و تحولات شما رو هم تغییر داد، ماهیت زندگیتون رو تغییر داد یا نه؟ تغییری آنچه نه، من فقط توی شکل زندگیمون شاید تغییر داده باشه، ولی تو رفتارا و خصوصیات اخلاقیمون نه، اصلا تغییر نکرد. خیلی هم عالی. آقا علی زین ازدواج زود فوایدش چی بود؟ ببین من خب موقعی که وارد لیگ حرفه‌ای شدم تو لیگ برتر، و واقعا قصدم این بود که چون تنها هم غریبم شهرستانی هم هستم، گفتم تنها مشکلی که میتونه به پیشرفت من کمک کنه زود ازدواج کنم. و چون میدونید تمام جوانایی که میان پیشرفت میکنن و سریع اسمشون میره، اون به خاطر همینه که تنها هن. یعنی من موقعی که بعد از تمرین میرفتم میدونستم که واقعا خانواده منتظر من و به هر حال اون شرط خوبی برام بود. و خب من به خاطر این تصمیم گرفتم که اگر میخوام دنبال اینم که واقعا من خیلی دوست دارم لژیونر بشم، و خب به خاطر این که بتونم پیشرفت کنم، پیشرفت خیلی خوبی داشته باشم، بتونم که زود ازدواج کنم. خیلی هم عالی. از انگلیس و بلژیک و یه دونم فکر کنم از ترکیه خبر ما داشتیم که شما دعوت داشتید. شما آمادگیشو دارید برای اینکه تجربه زندگی خارج از کشورم داشته باشید تو این فاصله کوتاه از خرم‌آباد به تهران و بعد از تهران به خارج از کشور؟ والا من الان اون موقع فکر نکردم، ولی خودم احساس میکنم همونجوری که من خرم‌آباد پا شدم اومدم تهران، برحال اینجا هم غریب بودم، همونجور به اینجا وقت پیدا کردم، مسلما میتونم از عاده اونجا هم بر بیام. حتما همینطوره. حتما. خب من میخوام راجع به اون یه بازی معروفی که با هم دیگه صحبت کردیم، آخه این آقای رضای ما یه پرتو به دست معروفی داشت، بازی الاهلی و نفت بود اگه اشتباه نکنم، که یک سایت عربستانی اول بعدم یه روزنامه اسپانیایی این گزارش دادن که این پرتابه میتونه تو گینه ثبت بشه، بلندترین پرتاب تاریخ فوتبال. من قبل اینکه این پرتابه رو انجام بدم فکر کنم تو تیم امیدای نفت که بازی کردم سالی که قهرمان شدیم، خب و خب بازیکن فینال داشتیم با استقلال تهران، و فکر کنم استقلال هم اون موقع بازیکنای خیلی خوبی داشت، امید یعقوب کریمی بود، محمود مجاز بود، درسته، فردین آبدینی بود، بازیکن اونا بودن که بازیکن ما امین حاج محمد بود، دفاع استقلال پورعلی گنجی بود، برای مرتضی پورعلی گنجی بود و بچه‌ها بودن که فینال اونجا بردیم. من فکر کنم تو اون سال 8 تا پاس گل دادم با دست و واقعا من 8 تا پاس گل با دست چون امید دیگه به هر حال
اون بازی هم عربستانی اصلا فیک نمیگه یوتیوب رفت تو 18 از این 18 به اون 18 پاس گل قبل از اونم یه پاس گل دادم تو لیگ برتر با تراکتور سازی کنم به غلامرضا دادم همینجوری و این اثر چیه اون بازیه چیه اسمش این اول که واقعا خداوند یه نعمت الهی به من داده که واقعا باید بتونم به خوبی ازش استفاده کنم و خدا رو شکر تقریبا مسر ثمر بوده برام و تو شروع مجددم خیلی خوب میتونم به تیمم کمک کنم مخصوصا هافک چپ و راست و فورواردم که فکر کنم من بیشتر فقط با وحید امیری این کار انجام میدم که تو تیم ملی هم بچه ها تیم صداشون در اومده بعضی وقتا خسروی داری میگه فقط میگی وحید برو من برات بندازم خب واقعا وحید هم خسارتش بالاست خیلی بازیکن خیلی خوبیه آره خب چند سال پیش میدونی که چه پیشرفت خیلی خوبی داشته خب این به هر حال خب یه بازی خاصی هستن تو خرم‌آباد میریم انجام میدیم سه بازی دارپلان که دارپلان بله چیه وسایلشو قوانین داشته یه وسایل فکر 50 60 متره که 4 5 سنگ اونور میندازه درست میکنی 4 5 هم سنگ اینور و فکر کنم هر نفر یه دونه سنگ میندازه اگه یکی رو انداختی جایزش میشه دو تا ولی خیلی خلاصه خیلی زیاده خدا رو شکر این بازی هم کنم به کتفام خیلی کمک کرده بتونم خیلی عالی عزیز خیلی ممنون ازت ممنون به خاطر این صراحت و شفافیتی که تو تعریف قصه زندگیت داشتی خانم برم خیلی متشکر از شما ممنون الان که دیگه استراب ندارید خوب بود همه چی دیگه خدا رو شکر خب خدا رو شکر تا هم فکر کنم کلن بیاد سمت چیز دیگه سمت کشتی بیاد بهتره براش تا فوتبال متشکرم که تشریف آوردید بعد من از شما میخوام که یادگاری هم برای ما بنویسین شما تشریف داشته باشید من با مردم صحبت بکنم